متشکرم متشکرم خیلی ممنون متشکرم 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 بفرمین بفرمین خواهش بفرمین به نام خدا سلام عرض میکنم امیدوارم که حالتون خوب باشه خیلی خوش آمدین و از اینکه امشب در کنار ما هستین و به ما انرژی میدین متشکریم تا چند وقت پیش اینجوری بود که اگر کاری یا ملاقاتی داشتیم از خونه میرفتیم بیرون الان اینجوری شده که نمیریم بیرون به جاش اونایی که باهاشون کار داشتیم میگن این چرا نیمد میان بیرون دنبالمون یعنی عملا بیرون خلوتتر نشده اون وقتا ما میرفتیم حالا اونا میان نمونش رو حتما دیدین در فضای مجازی مادری دلسوز دیده رفت و آمد خاستگار کم شده جهیزیه یه دخترش آورده چیده تو کوچه اجناس یکی از یکی تلایی تر مردم جمع شدن نگاه میکنن احتمالا تو دلشون میگن چه کیس خوبی دو سری زیر قابل می داره در جهیزیش توی همون فیلم یه آقای دم وقتی میپرسه ببخشید عروس خانم فرش ندارن؟ یکی از پشت دوربین جواب میده حالا شما بپسند فرش و میتونیم مذاکره کنیم سوال بزرگ این روزا اینه که چرا هرچی درباره خطر مرگ و میر صحبت میشه کسی نمیترسه چرا بازم خیابونا شلوغه دلیل شاید این باشه که مغز عده زیادی دیگه به ترس واکنش نشون نمیده یه جورایی مرکز هشدار مغزشون از کار افتاده از بس که در طول زندگی از همه چیز و همه کس ترسیدن کارگر دنبال حق بیمشه میگن هس اه نمی از اینکه بیکار بشی مرخصی استحقاقی میخواد میگن هس اه نمی از مرخصی برگردی ببینی یکی جات رو گرفته به حقوق عقب افتادش اعتراض میکنه میگن تو که قرارداد نداری راحت میتونن کل پولتو ندن حالا شما میخواین این عزیزان رو از کرونا بترسونید اینا رو اگه دو تا یکونیم لیتری کرونا 96 شیش درصدم به خوردشون بدی ساعت دو نصف شب میگن تو خوبی منو که نگرفت نظرات شما رو بخونیم خب لطفا منو به عنوان مهمون دعوت کن تو برنامه نها دعوت کن خونتون میخوام خودم و خودت باشیم بعدی سلام آقای مدیری من لباس فروشی دارم دیروز یه نفر اومده بود میگفت شلوار مدل مدیری میخوام یعنی الان مدل شلوار اینجوری شده مدل جذب راسته مدل مدیری بعدی مدیری اگزوز ساز آشنا داری بعدی سال 99 نه منو ببر به خونه نه بیا به خونه ما بعدی آقای مدیری چرا هر کی زود میخوابه بهش میگن مگه مرغی مرغای ما تا سه و نیم صبح بیدارن داداشم کار نداشتی یه سر اسلام شهر بعدی خیلی زورم میاد یه بچه خفاش باعث مرگم بشه دوست دارم روی سنگم بنویسید پلنگ خوردش بعدی من در انتخابات بعدی به کرونا رأی میدم ترافیک رو حل کرد آلودگی هوا رو کاهش داد بهداشت عمومی جامعه رو بالا برد مردم فیلم میبینن کتاب میخونن تمام وعده هایی که مسئولین دادن رو این ویروس عملی کرد اگه مسیر تهران به شمال رو بستن من یکی رو دارم که قاچاقی میبره شمال نصف پولو قبل کندوان میگیره نصفشو بعدش من که دیگه کم آوردم این محلول آب و وایتکس خیلی بد مزه است خب پیج ما که میتونید نظراتتون رو اه به این پیج بفرستید در زیر تصویر هست لطفا کامنت هاتون و نظراتتون رو به این پیج ارسال کنید یکی از راه های ساده مقابله با شیوع ویروس خرید اینترنتیه اینجوریه که آدم نه از خونه بیرون میره نه مجبور اجناس مختلف رو لمس کنه خود من پریروز همینطور که رو مبل نشسته بودم و لبخندی ها کی از رضایت به لب داشتم یه سفارش اینترنتی ثبت کردم دو دقیقه بعد از پشتیبانی وبسایت به هم زنگ زدن گفتن ببخشید باگت بسته بندیمون تموم شده به جاش نون تست بسته بندی بذاریم ایرادی نداره گفتم مسئله نیست پنج دقیقه بعد خود صاحب مغازه زنگ زد گفت ضمن عرض سلام متاسفانه توست بسته بندی امروز برامون نیمده اما سیب زمینی نیمه آماده داریم بسیار بهداشتی و سیر کننده است گفتم خب سیب زمینی نیمه آماده بفرستین ده دقیقه گذشت صاحب مغازه تماس گرفت گفت روز خوبی داشته باشین آقای اکبری نمیدونستن سیب زمینی نیمه آماده تموم شده اگه موافقین یه کچاب بزرگ براتون بفرستم تا انشالله فردا سیب زمینی برسه یه رو بعد پیک موتوری زنگ زد گفت خودشون دیگه روشون نشد تماس بگیرن تاریخ کچابامون گذشته ولی مایه دستشویی داریم از کچاب قرمزتر مطمئن باشید پشیمون نمیشید نیم ساعت بعد به جای باگت بسته بندی یه صابون نارنجی تو دستم بود تو فاکتور نوشته بود ضمن عرض پوزش مایه دستشویی از قبل پیش فروش شده بود و حتما میدانید که نارنجی یکی از نزدیکترین رنگ به قرمز می باشد. حالا از حق نگذریم خرید اینترنتی این حسنو داره که آدم تو این اوضاع دیگه لاعقل اسکناس رو لمس نمیکنه. خرید من شده بود 150 هزار تومن خیلی راحت اینترنتی پرداخت کردم یه صابون نارنجی برام فرستادن چهار هزار تومن بقیه اجناس رو هم چون موجود نداشتم 146 هزار تومن اسکناس برام ریخته بودن توی کیسه پر از الکل. مرسی بله. بله خیلی متشکرم خیلی ممنونم حال شما خیلی خوش آمدین ممنون. خیلی ممنون, ممنون. که امشب کنار ما هستین و افتخار اه... امیدوارم که در یک برنامه با هم مفصل گفتگو کنیم مرسی. یه ترک دیگه هم برامون داریم بله مرسی خیلی ممنون. ممنون. خدا خیلی ممنونم مرسی. از حق نگذاریم یه عده هم واقعا دارن رعایت میکنن یعنی هم سلامتی خودشون براشون مهمه هم سلامتی جامعه اخیرا دیدم که یک گروه توی فضای مجازی درست کرده بودن به اسم شب هفته ام اختر <applause> خیلی کار زیبایی هم بود به جای اینکه ختم بگیرن در گروه مجازی دور هم جمع شدن یه عکس خندان امختر رو گذاشته بودن عکس گروه <applause> لینک گروه رو هم گذاشته بودن که هر کی خواست خودش جوین بشه <applause> پسر ام اختر میگفت خودمونم میتونستیم مهمونا رو عط کنیم اما دوست نداشتیم حالت اجبار پیدا کنه بعد هر کاربر جدیدی که به گروه میپیوست میزبان سریع دو تا استیکر سیب و موز براش میذاشت و یه تیکه حلوا مهمونا هم پشت سر هم ایموجی و استیکر گریه و خودزنی میذاشتن یکی یه عکس از لباسی که تنش بود گرفت گذاشت تو گروه اون یکی گفت این حرکت ها یعنی چی؟ اینقدر ازش پرسیدن چی تنته عادت کرده اونم جواب داد خواستم بدونید به خاطر امه مشکی پوشیدم بیش او. خلاصه همگی یکی یکی لفت ده گروپ شب با چوب و چماق رفتن در خونه همدیگه تا میتونستن کرونا به هم منتقل کردن بازم باید مثل چند برنامه اخیر تاکید کنم که بیایید در تعطیلات خانگی یکم با هم مهربانتر باشیم مثلا خانومت داره ظرف میشوره خب تو نگیر بشین پای تلویزیون چه ایرادی داره تو همون حالت آروم آروم دستاتو باز کنی سینی رو برداری شروع کنی خوش کرد اون بشوره تو خوش کرد. اون بشوره تو خوش کرد. مهمان داریم چه مهمان عزیز و دوست داشتنی و شیرینی که چقدر همه ما از او خاطرات شیرین داریم محمد بهرانی شما این به به خیلی خوش بفرمایین خیلی ممنون باشی. که دعوت ما رو پذیرفتی و امشب کنار ما هستی اگر سلامی هست قربون شما برم از سلام و ارادت خیلی مخلصیم خوشحالم که در این روزها در کنارتونم عیدتون مبارک باشه و سال خوبی داشته باشید خیلی خیلی خوش آمدی خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی رو کلاهت یه مارک هست بله بله یعنی مارک ف... کلاهه فکر کنم من آره. از اینجا دقیق نمیبینم ایه... خب اون توی دوربین دیده میشه احتمالا دیگه آها تبلیغ, تبلیغ میشه تبلیغ میشه آره کلاه ف... یه بعد راجبش بگم نه اصلا ف... آه. آه. بردار فکر کنم خب به به حالا, حالا آره خب موامو مرتب خیلی آره چیا رو مواتو مرتب آره آره <تصفيق> <تصفيق> مومو خب مومو کارت رو با کار نمایش عروسکی و کودک شروع کردی از چه سالی؟ من سال 79 از شیراز اومدم تهران دانشگاه قبول شدم دانشکده هنرهای زیبا گرایشم بازیگریه اهل شیرازی؟ بله خب. این یه قصه ای داره حالا اهل شیراز بودم بهش برسیم و بله, بله بله از بله. همون هشتاد هشتاد و یک با تاعترای دانشگاهی وارد عروسکی شدم دیگه موندم همه چیم با یه بع شروع شد واقعا ها اون نه. نقشه <تصفح> بابای؟ بابایی بابایی بود یه گوسفند کوچولو سال اول تو دانشگاه به من دادن گفتن اینو دیالوگ نداره هر جا فکر کردی خوبه <تصفح> یه بعد بگو فقط بعد میگفتم من یه بعد میگفتم صدام هم کلوف بود نزدیک به گوسفند واقعی بود خیلی میخندید <تصفح> خیلی اتفاقی افتادی در کار کودک یا واقعا عشق و علاقت بود والا اصلا کلا این تئاتر و اتفاق نمایش همه چیش اتفاقی بود آه. نه عشق و حلاقه در کار نبود no. خیلی من داشتم ریاضی بود توی دانشگاه تصادفا بر طبق یه قصه ای کنکور هنر دادم و یه دونه تئاتر هم ندیده بودم که تئاتر هنرهای زیبا قبول شدم یعنی من واقعا الان از مصاحبه کننده های دانشگاه درخواست میکنم خود جدی تر بگیرم ججیب. فیلتراش سخته و سخت و هم سال ما ها نه دو 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 دو. و بعدم ادامه دادی به این رشته و فوق لیسانس بله کارگردان. کارگردانی با. خوندی چقدر عالی یه جا گفتی که عروسک ها رو دوست نداری خیلی با عروسک ارتباط برقرار نمی کردم از بچگی هر برنامه عروسکی بود سعی می کردم سب کنم تو در این زمین فوقلاده ای هم جناب خان هم اون آقای همساده هم اون بابایی در کارهای آقای تهماس و خوب علاقه نداری نه <تص> واقعا فوقلاده ای تو این زمینه دیگه ما مثل تو خیلی کم داریم یا نداریم انقدر مسلط و من هنوز نمیدونم که مثلا جناب خان بداهه بود یا متن از پیش داشتی یا تلفیقی از این دوتا بود ما متن نوشته شده به طور کلی نداریم خیلی یه خط داستانی داریم برای زمانهایی که مستقل خودش با بود کار میکنه برای زمانهای مهمانم که یه سرچ کلی راجع مهمان ها میکنیم اما چون نمیدونیم اصولا مهمون ها چی میخوان بگن باید. در لحظه باشیم دیگه باشیم. و خیلی مسلطی به این ماجرا و توی همین ایمپرووایز کردن و بداهه چون خیلی در لحظه جناب خان خیلی حرفای بامزه میزنه و خیلی این تسلط تو رو میرسونه در همون کارای عروسکی دیگه هم همینطور مرسی الان چه میکنی؟ والا الان سر همین سریال دوپینگ هم که این چوا داره با. از تلویزیون پخش, پخش میشه شبکه سه بله بله کار آقای رضا مقصودی که اونجا با شبنم مقدمی و با نیما شعبان نژاد و به به برای بچه‌های هیولا تیپ آشنایی باشه و چقدر تو هیولا درخشان زنده باشی من نمیگم همه مردم درخشان خیلی بازی تو رو دوست داشتن و خیلی خیلی گرفت اون بازی به نظر خودت کدومی که از بازی بهتر از کارهای دیگه است در بازیگری نه در موضوع عروسک و صدا پیشگی والا هیولا رو خیلی بیتاروف دوست داشتم واقعا کار با شما لذت بخش آقای الان برای اینکه اینجاییم و جلوی آدم ها نمیگم این حرف زیاد در دوره همی زده شده من تارم. تقریبا پنج و نیم شیش ماه با شما سرکار بودم اگه 6 سال هم طول میکشید واقعا من استقبال میکردم یه محیط امنی فراهم میکنید که آدم خیال شاید باشه پیشنهاد بده یه خورده من از شما ترسونده بودن راسته دچ بگو چی میگفتم آره بگو گفتن آقای مدیری پیشنهاد قبول نمیکنه کنه پیشنهاد نده و اینا برای... یعنی اینکه سر کار مثلا چیزی به ذهنت برسه آره. بگی من قبول آره, آره آره آره, نگو برای اینکه اگرم قبول کنن ممکنه که احتمالا بعدا در میارن در تدوین و اینا مگه من قبول میکردم یادم نیست آره آره قبول, قبول, کرد. قبول آره. کردم قبول آره. کردم خیلی قبول کردم راست ولی واقعا پیشنهاد یادم نیست خیلی میدادی و بله واقعا تقریبا حالا هر چی که گفتم حالا اون قدری که می می‌کردیم بیان بگی اون قدری که جرأت کردیم تقریبا همه‌شو گفتیم که آخه پیشنهاد حتما خیلی فوق العاده بوده مهمت. و کمک می‌کرده به نقش بعد از سریال هیولا اتفاق خاصی برات افتاد یا اینکه روند طبیعی خودش رو طی کرد یه چیز جذاب که بود که باورم نمیشد این اتفاق بیفته خب این سالا جناب خان دیده شد واقعا ام. از یه دوره هم مردم رفتن شروع کردن جستجو کردن که حالا کیا پشتشن و اکسا پخ شد و اینا میشناختن تو خیابون معمولا همه میگفتن جناب خان جناب خان مخلصیم به این اسم رو صدا میکردن و من فکر میکردم احتمالا تا سالها این بمونه ام. بعد از هیولا هم اینا شد چمچره م اتفاق خاصی خیلی خوب الان جناب خان معروف یا خودت؟ حتما جناب خان جناب خان بلد. و چقدر این شخصیت دوست داشتنیه و چقدر این بخش مدیون خودته دیگه میدونی به خاطر اون نوع واکنش‌ها، اون بامزگی‌ها، اون لحجه و تسلطی که در بداه داشتی و کاملا دیگه برای همه آدم‌ها انگار که یک عروسک نیست یک موجود زنده است که حضور داره و آدم واقعا دوستش داره و علاقهش رو میدونه سلیقه رو میدونه یکم از جناب خان بگو برام چجوری شکل گرفت جناب خان راستش محصول همه این چند سال زندگی خودمه البته به اضافه تیم عروسک گردانی میده پردازی که واقعا حالا شما دیدینشون در برنامه که لطف کنید تشریف آوردین من تقریبا از دو سه سالگی با بچه های جنگ زده جنوب بزرگ شدم از دو سالگی که شیراز رفتیم و عملا با فرهنگ اونا بزرگ شدم و جناب خان محصول همه این سالهایی که من با این رفقا بزرگ شدم و بعدم خوابگاه با انواع قومیت ها در واقع هم خوابگاهی بودیم چکیده همه این اتفاقا در واقع محصول تجربه زیسته خودمه بیش از هر کاراکتر دیگه ای که این سالا باش کار کردم و به قول شما آره به نظر منم الان یه کاراکتر مستقل ما خودمون دلمون براش تنگ میشه واقعا اونی که گفتین عروسک ها رو دوست ندارم شاید جوابش اینجا باشه که از هیئت عروسک خارج میشن برای ما آها. تبدیل میشن به یک سری موجودات زنده اون موقع دیگه خودمون هم دوستشون آها. آره آها. درست و ب... چقدر آدم دلش تنگ میشه برای جناب یعنی الان یه مدتی داری. که نیست داره فکر میکنم خودت هم همین حسو داری راجع به کار آقای تهماس هم یه کوچیک برامون بگو که کلا قرمزی آره کلا قرمزی از سال 90 وارد کلا قرمزی شدم با معرفی یکی از دوستانم امیر سلطان احمدی آقای تماس استوره نسل ما بود دیگه واقعا مثل شما خیلی بیتارو و, <تصفح> و باورم نمیشد که ایشون از نزدیک ببینم و ام. انقدر دلپذیر باشه و شاید یکی از بهترین معلم های من تو همه در واقع زندگیم بوده به نظرم نابغه است آقای تهماس اگه من یه کاری بودم در این کشور حتما یه دانشگاه رو میدادم آقای تحماس اداره کنه برای اینکه در نسبتش با هنرهای نمایشی کم نظیره و تیم عجیبی هم با آقای جبلی دارن بخت زیادی بود برای من که باش کار کرد شد عالی. اسم آقای تحماس بومد. انقدر همه ما دوستش داریم و من خودم انقدر ایشون رو دوست دارم خاطر اینکه اینقدر انسان شریف دوست داشتنی و کاربلدیه باز هم برای چندمین بار دعوت میکنم مهمان برنامه دور همی باشه و آقای حمید جبلی هم همینطور بسیار ترجیحت الان که یه مدته که زیاد بازی میکنی حالا بله. در سریال یا فیل ترجیحت دیگه الان صدا پیشگی و عروسک یا بیشتر کار بازیگری ترجیح کلیم استراحت استراحت <تصفح> <تصفح> یعنی اینقدر پرکاری به... نه 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 خیلی هم آه. پرکار نیستم به طور کلی استراحت طور کلی خیلی دوست خیلی, خیلی بله بله و... <تصفح> ولی واقعا فرق نمیکنه یعنی به نظر من صدا پیشگی هم بازیگریه و برای این من اصلا دوستش دارم و این سال از گرایش بازیگری بیشتر صدا پیشگی کردم راستش کاری که پشت صحنه حالم خوب باشه برام از همه چی مهمتر بیش از اینکه بعدن چی میشه کار شما برای همین انقدر دلپذیر بود بعدنش خیلی خوب بود ولی پشت سهنش هم خیلی چسبید خیلی هم بچه تدارکات خوب میکرد خیلی اوقات فراغت چه میکنی؟ میخوام میخوام همون استراحت <applause> یعنی ب... خیلی استراحت دوست داری و شکمو هم هستی؟ شکمو هم هستی؟ شکموی هست حله خورم آره طب طب یعنی خیلی بیشتر... غذا خوره زیاد نیستم آه... آره خواب خیلی خوبه موافق دوست داری, دوست داری خواب دوست داری خیلی خیلی, خیلی آره. آره خوب چند ساعت میخوای تا اونجا که دیگه درد بگیره یعنی کی پا میشی صبح اگه کار نداشته باشی اگه کار نداشته باشم هیچ وقت <applause> <applause> <این اصلا. تصفيق> دیگه ما اصلا چی بگم خب خیلی خوبه خواب واقعا من به همه توصیه میکنم به خصوص در این روزهای قرانتینه بزن بخواب این تا دیگه الان کسی هم نمیتونه مدعیشه که پشت برو سر حالا اینو نگو من هی میگم کتاب بخونید فیلم ببینید الان آموزی داره این چیزایی آره که نه وسط های وسطا آره آره کتاب آره. و فیلم و اینا یه ذرم بخوابید خیلی اما یه فیلم خیلی خواب کیف داره دقیقه سه چهار فیلم فیلم تو عمره دیدی تا حالا پس با این سه دقیقه های اولش رو با تیتراجا در... رو همه رو دیدی خیلی خوب آره آره <laughs> یه سیامه که انصاری هم اینجوری بود همیشه <laughs> یعنی میگفت بیا یه فیلم خوب گرفتم نمیدونی چیه فلان کارگردان اینه این اینه تا میزاش پلی میکرد صدای خور میومد و من فیلم رو میدیدم هیچ وقت تو زندگیش فیلم ندیده فقط تیتراژ رو دیده اگر بخوای دوتا فیلم خوب به مردم معرفی کنی که توی ایام در واقع قرنطینه بب... در واقع دو تیتراژ خوب اگر بخوای معرفی کنی دوتا تا تیتراژ خوب چی تیتراژی که خیلی به خودم چسبیده واقعا این سالا یه <applause> فیلمه که من فکر کنم بالای ده بار دیدم به اسم لیتل میس سانشاین میس کوچولو که به شدت حال خوب کنه واقعا و تو این روزا خیلی بهتون پیشنهاد میکنم خیلی فیلم دلپذیریه و یه فیلم هم از همین اواخر بگم یه فیلم دیدم به اسم تو پاپس دو پاپ دل 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 بله هاپکینز بله بسیار فیلم پرمعنا و جذابی دو تا بازی عالی میبینید و تیتراج های فوق العاده داره ببینید انشالله فیلم های خوبی هم باشه آره امیدواریم که فیلم های خوبی باشن چون اصلشو که ندیده فقط تیتراج امیدواریم خوب باشه اولین فیلمی که دیدی یادته تو زندگیت شاید اولین فیلمی بگم که رو تاثیر گذاشت شبکه فارس اون سالا جمعه ها صبح فیلم وسترن پخش میکرد آه. من همیشه با خانواده منتظر بودیم که جمعه صبح بشه و شبکه شیراز فیلم وسترن پخش کنه اونا خیلی برام جذاب یه دونه مرد بود فکر کنم به پل نیومن بازی میکرد اگه اشتباه نکنم اونو خیلی پخش کرد خیلی ما دیدیم تیتراژ فوق العاده داشت آره اونو خیلی دوست داشتم از بچگی هم خواب و دوست داشتی آره آره اصلا. خانوادگی یعنی همه دوست دارم همه دوست دارم. چند سال پیش این موضوع فیلم مرد سی مثلا سی سال پیش کنم. فکر کنم بیست چند سال بودی؟ دی سی. بگم دیگه بریم وارد حوزه اینکه که چند سال هم, هم این خیلی قصه آره دیگه داره. داره. آره. آره. نه نه من اصولا یه عامل خوبی هم برای همه کسایی که منو میبینن چون همه به این نتیجه میرسن که خوب موندن خیلی تا منو میگن تو خیلی داغون شدی یعنی همه کلی امید به زندگی پیدا میکنن بهت میگن خیلی داغون شدی اونا آره میفهمن که خودشون خیلی خوب موندن واقعا بگم احتمالا شما هم حسو پیدا میکنن البته همه چیز شناسنامه من دروغه تقریبا مثل هم نسلای من ماها نه تاریخ تولدامون معمولا واقعی بستگی به قدرت آشنایی داشته که در ثبت احوال داشته پدر خوب. و من متولد 16 آذر 1360 یعنی الان میشه سی و پشنخ سی و هشت ساله سی و هشت آره خیلی داغون شدی ولی تو خیلی خوب سی و هشت سال من فکر میکردم نه حالا نه این قدم که میگن نیست اونجوری هم, هم دو ببین دوست داشتنی شیرینی پشتی پی همه چی خوبه زنده باش و تو چشمات سبزه مرسی بله آره زنده باشی چون دیده نمیشه از این فاصله آره ولی من چون از نزدیک دیدم مثلا در یواش یواشکی با هم سر صحنه حیولا مثلا پچ می کردیم، می‌کردیم، حرف میزدیم پیشنهادهایی که می‌دادی اینا یه جاهایی می‌دیدم که ولی همین جوری معلوم نیست که چشمه تو سبت خیلی اون تو فکر کنم آره تو اینم شانس یه <تصفح> چش سبت خدا بمونه منم توه خب <تصفح> 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 ولی به حال چی شد که چی شده باته. که بد موندی حالا نمی‌دونم از اول واقعا بد بودم <تصفح> 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 <applause> صدام کلوفته بعد کچلم هستم اینام زود سفید شد دیگه همه چی با هم جمع شد اینجوری شد آه. ولی شناسنامه هم دروغه دروغه آره بیست یعنی شه, شهریوره نه خود کمتر هم تو شناسنامه آها در راجع اصلا یکی دو ماه داری حرف آره. آخه همه نسل من تو شهریور به دنیا اومدن چون بتونن یه سال زودتر برن مدرسه آه. توی سال 60 همه متولد شهریورن یعنی میخوای بگی که 59 مثلا نه آه. شستم شستی؟ ولی سه ماه قبله سه ماه قبل نیمه اول نیمه جدی دو میگم یعنی مثلا پنجاه درصد دوستای من بین 20 تا سی شهریور به دنیا آمدن به دروغ <applause> آره اینو حواست تو ادارات باشه واقعا تاریخ تولدم از 20 شهریور اینو اگه به میلادی برگردونید میشه 11 سپتامبر یعنی الان من بخوام برم آمریکا تو فرودگاه من میبرن گوانتانامو <تصفيق> 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 خب ولی همین که هستی خوبه زنده باشی اصلا هر کی هر جوری که هست خوبه نه من خیلی راضی ام چون علکی الکی منو جدی گرفتن این سالا یعنی توی هر جایی که بودیم همه همسن بودیم فکر می‌کردن من خیلی آدم مهم و به حرفای من گوش می‌کردن جدی نه اینکه چرا آره آره چهره جدی داری به نسبت اینکه بیشتر کار تنز انجام میدی آره از این لحاظ آره ولی همینی که هستی درجه یکه بله شهر محل تولدمن تو شناسنامه دروغه یعنی شناسنامه هم دوزار نمی هسته اون, اون چیه؟, شناسنامه, اون اون چیه؟ شناسنامه کلن حالا من میتونه اینجا ببرن ببرن زندان آره من پدرم متولد کازرونه زبان خونده اومده تهران زبان خونده و سه تا خواهر برادر قبلی من در تهران متولد شده <applause> بعد به خاطر عموم رفته بهشهر من توی بهشهر به دنیا اومدم اما چون میدونسته نمیخواد بهشهر بمونه و بیاد شیراز شناسنامه منو شیراز گرفتن اینایی که گفتی رو خودت یه بار دیگه میتونی بگی نه چون من هیچی نه. نه. نه حفظ کردم خب آره آه. این جوریه چرایتمون خلاص فهمیدم فهمیدم خیلی خوب اه... میخوان یه الکل بزنیم این وسط نه به چی به دست دیگه چرا عادت کردیم این زمان خودت که از خودت کرونا نمیگیری که خودت, خودت الان خودت مست... با خودتی شرایط منو ندیدی شناسنامه و تاریخ بزن بزن میخوان من نه قربونت نه نه یه چیزی که الکل نه کار مجریگری هم کردی در رادیو هفت بله بله. مجریگری اونجوری که خودم تنهایی باشم چون میترسیدم گفتم اگه میشه شاهین شرافتی کنارم باشه که حرف جدی مهم ما اون بزنه سلام علیکم اینا رو بکنه دیونه بازی هاشون وسط من انجام میدادم خدافزی جدی هاشو دوباره شاهین چه مدت مشغول اون کار بودی؟ یه چند سالی بودم با تیم رادیو هفت که بعدم شد رادیو شب و اونام خیلی تیمه با اند منصور زابتیان و محمد صوفی من خیلی با آدم های خفنی کار کردم آقای مدیری آقای تحماس رامبود شما منصور زابطیان اینا و به نظرم وقتشه دیگه به استراحت هم دیگه کافیه برو آره دیگه آره. برو آره برا خودت بخواب خیلی هم خوب آقا شلوارم مدل مدیری گرفتم نمیدونم به نظر شما میاد یا نه گوشاده؟ من که معتقد نیستم گوشاده ولی مردم میگن میگن دوست داری به نظرت خوبه؟ آخه گشاد نیست به نظرم نه خوبه چون آره. تنگ الان همه میپوشن شلوار من گشاد دیده میشه بله یعنی اتاق بزرگه <applause> اینجوری نشون میده آره. اگه بازیگر نمیشدی چی کار میکردی؟ آره. میخوابیدی؟ آره اون که آره این سالای شغلی خیلی به من پیشنهاد میشه خیلی دوست دارم عضو اتاق فکرم بهترین کار جهانه میشینی توی میشنی اتاق دو... فکر میکنی آره دور یه میز میشینیم با سه چهار نفر میوه میخوریم و اینا فکر میکنیم خیلی چیزی هم از توش در نیومده این سالا ولی هی دعوت میشم علکی خیلی هم خوب. دوست داری حتما دوستش داری دوست دارم آره یه جور خواب نشسته آره. است آره. از هیچی بهتره بتا... اگر به گذشته برگردی اگر به عقب برگردی چه چیزهایی رو تغییر میدی خوبه همینی که هست همین که هست خوبه آره همین حرفه رو که قطعا آره واقعا من آره. تصادفی قبول شدم ولی مطمئنم <تصفح> که خیلی میخواین تو یه دقیقه بگم تصادف رو شاید جذاب بشه. آره حتما اون موقع که ما کنکور هنر یعنی ما کنکور میدادیم اگر میخواستی کنکور هنر بدی یه دونه مربع روی اون دفترچه کنکور بود که متقاضی شرکت در کنکور هنر نیز هستم بعد باید 2750 و و تومن اضافه می‌دادیم که کنکور هنرم بدیم من ریاضی که هیچی نخونده بودم از دوستام شنیدم یه کنکوری به اسم کنکور هنر وجود داره بعد فهمیدم اینو باید بزنیم اون پولر رو بدیم گفتم ولش کن نمیارزه خیلیه صبح اون روزی که شب اون روزی که صبحش باید میرفتم اینو پست می‌کردم. عین به رو دارم میگم پدر بزرگم که ما باب زیاد صداش کردیم الان فوت کرده از کازرون اومد روش. معمولا می اومد یه پولی به ما میداد منو صدا کرد سه هزار تومن به پول داد و من گفتم خب باب داد دیگه زدم و مربع و, و تا دم کنکورم خیلی نخوندم دو هفته مون دو به کنکور هنر گفتم خب ریاضی که نمیدونم چی برش کن یه خود هنر چهار تا کتاب گرفتم و خوندم هر چی من خوندم اومد یعنی اگه از دو صفحه قبل و بعدش می اومد من نمیتونستم بزنم و قبول شدم دانشگاه تهران هنرهای زیبا من یک دونه تئاتر هم نیده بودم یعنی گفتن چی <تصفح> یک کار علکی دیونه بازی در آوردیم و قبول کردن اینجوری قرار بوده که وارد این حرفه بشی و چقدر خوب که نزم. وارد این حرفه شدی آره بابا <تصفح> <تصفح> اساسا زندگی رو چطور میبینی؟ سخت میگیری؟ آسون میگیریش؟ آدم پر استرسی هستی؟ توی کار بله وسواسی هم جدی هم خیلی به خصوص مثلا کارهایی که یه جورای مسئولیتش با خودمه مثل اون بخش تیم جنابخان خیلی جدی اصلا تعارف ندارم توی کار آره دوچاره خورده استرس و التحاب میشم اما خیلی مشخصه شهر من استرس نیست راسته توی شیراز خیلی استرس رواج نداره معمولا آدم های خب و شعر شعر میگی یعنی کتاب شعری داری که چاپ شد؟ نه 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 کتاب شعر ندارم نه یه دوره ای در واقع ترانه های کودک آها. می نوشتم مثل اون کاری که با خانم مریم سعادت کردیم که البته عموم ترانه هاش مال دوستم آقای امیر سلطان احمدی بود توی تیم جناب خان دیدینش که خیلی از شعرهای جناب خان هم مال امیره چند تا ترانه اونجا نوشتم و یه سری ترانه برای کارهای کودک نه نه من شاعر جدی ابدا نیستم شعر دوست دارم چرا اینقدر کار برای کودک در کشور ما محجوره و اونقدری که باید اهمیت نمیدن در حالی که این ماجرا پایه نه. فرهنگی هر کشوریه راستش نمیدونم چون در دنیا اصلا کار کودک کار بسیار پولسازی هم هست اه. و انگار که اینجا هنوز به این باور نرسیدن فکر میکنن که ضرر میکنن در حالی که با یه سازوکار درست خیلی بیشتر از کارهای بزرگسال میتونن حتی از کار کودک پول در بیارن چون کارهای کودک یه حاشیه هایی داره مثل اون وسایلی که میتونن باش بسازن اصطلاحا اون مرچندایز و اون عروسک ها و فلان و خیلی کارهای پردرآمدی به نظرم تهیه کننده که خورده وضعشون خوبه جدی بگیرن اما متاسفانه الان اینجوری نیست واقعا یه دلیلش رو یعنی نمیدونی که چرا به این سمت نمیرن تهیه کننده جدی نیست یادم اون سالایی که از برنامه های مهم سینمایی مجریشون یه کارگردان کار کودک آورده بود که کارم کار موفقی شده بود فیلم سینمایی یه خورده گپ و گفت کردن بعد سوال این بود که خب حالا این کارت که خوب بود کار جدی تو کی قراره بسازی اها. یعنی معلوم بود که بکگراند در اون گفتگو اینه که این یک جور تمرینه آره آره. ولی خب مثلا اسپیلبرگ داره اون بر این همه کار کودک ساخته کارای پرفروش و خیلی آدم مهمیه درست چند تا سوال میپرسم با بله یا خیر فقط باش جواب تا حالا شده به خاطر پول یه کاری رو قبول کنی؟ یعنی دوستش نداشته باشی؟ بله از این به بعد چی این کار رو خواهی کرد اگر پیشنهاد بشه؟ چقدر پول؟ بستگی داره <applause> راستش یه کاری که خیلی خیلی پول داشت دو سه ماه پیش در اسکیل من، در اندازه من خیلی پول داشت چون دوستش نداشتم نرفتم نرفت. امیدوارم که بتونم در آیندهم هر کاری که دوست ندارم نرفت مقاومت کن نگفتن برات سخته؟ خیلی خیلی بله. از شهرتی که داری تا حالا استفاده یا سو استفاده کردی؟ استفاده بله با رئیس شعبه با اینکه سر کوچمون دوست شدیم <laughs> معمولاً تا من میرم لطف میکنه دستشو تکون میده من صاف میرم تو دفترش سعی میکنم البته نوبت بقیه رو نگیرم واقعا نه. هرگز سعی کردم این کار نکنم اما سو استفاده آخه خیلی شهرتی هم ندارم واقعا خیر نه خیر. نه خیر تا کسی بوده که تو رو باور نکرده باشه خیلی ریسک پذیری خیلی زیاد زیاد بله البته به نظر آدم محتاطی میای به نظر اینجوری میاد آره ولی خیلی آره. با کل خری تمام این سالا زندگی <applause> <تصفح> حسادت در تو هست حتما تا یه اندازه ای بله خیلی حسود نیستم ولی تجربه شو داره و انتقاد پذیری انتقاد شنیدن به نظرم سخت ترین کار دنیاست چون همه کاری که دارن انجام میدن فکر میکنن درسته که انجامش دادن وقتی بهشون میگی که این کار غلطه شوکه میشن انتقاد پذیر سعی کردم بهش فکر کنم اما حتما هر انتقادی که بهم بکنین یه جای وجودم یه جوری میشه که ای بابا حتی اگه به اون حق بدم میگم چرا اون کار من کردم سختیش با بله یا خیر انتقاد پذیری خیر خیر حالا سوالای معمولیمون اه چقدر اهل فضای مجازی هستم خیلی به اهل پست گذاشتن و اینا نیستم اینستاگرام خیلی فعالی ندارم معمولا چند ماه چند ماه غیر فعاله ولی میچرخم چون برای کار احتیاج داریم به یک دامنه اطلاعات وسیع به خصوص جناب خان خیلی به این نیاز داشت آه. که بشه با مهمونای مختلف از دکترای نجوم گرفته تا یک شغل خیلی حشره بتونیم دیالوگ بکنیم احتیاج بود که خیلی اخبار بخونم چجوری میشه از حریم خصوصی حفاظت کرد چون خیلی وقتا این سوال رو میپرسم که حریم خصوصی داری یا نه و بعضیاشون میگن ما خودمون مدیریت میکنیم بعضیا میگن که نمیشه مدیریت کرد هر کاری میکنیم این حریم خصوصی در واقع مورد تهاجم قرار میگیره به, به حدی میشه یعنی اون اندازه ای تا حدی اندازه ای که اجازه میدین معمولا نسبت بهش پرسش میشه به نظرم شاید خیلی اینستاگرام دلیلی نداره که همه جزئیات زندگی ما اونجا باشه من خیلی موافق استفاده خصوصی ازش نیستم درست. خوب یه الکل میخوایم بزنیم نه دیگه ساله. حالا چرا هم چی میکنه آها نه. یعنی چیز وسواس و اینایی اصلا اصلا نیست نه ولی بیا نه به خدا دارین تعارف نه باز دارین تعارف نه اصلا یه چی که نه بابا هیچ به حال آره دیگه هیچ دیگه نه دست ما نکن زنده شیه ولی ای چقدر تونده الکل خوب خیلی خوب کرونا همه رو برد شوس خیلی خوب ارز کنم که اصولا اهل برنامه ریزی هستی یعنی... اصلا واقعا میخوابی <تصفح> <خبت> خواب تو خواب چی دیدم همون <مالناقش> <تصفح> و یعنی اینجوری نیست که مثلا برای سال آیندت بشینی بگی برنامه امسالم اینه سال آیندت اینه اصلا همون که گفتم ریسک پذیر اینا یعنی همینجوری میری جلو و هر چی پیش میاد یا میپذیری یا نمیپذیری بله ورزش هم نه نه, نه اصلا آسلا. برای خواب <applause> خیلی نه اصلا مزر اصلا بهش بر خورد آن برای خواب بده برای خواب واقعا مزره برای خواب نمیدونم اینا بعد آموز این هم بعد آموزی نه دیگه حالا دیگه؟ یکی هم اینجوریه آره. در جهان <applause> <اه> ما <applause> که اینجوری شده دیگه ورزش برشی کنم و یک برای جام جهانی خوندین بله دو سری آره ایدهش از کجا اومد؟ ایده خودت بود؟ من و این دوستام امیر و بقیه بچه خیلی فوتبالیم مثل شما که خیلی فوتبال آره فوتبال من آره و اینا آره جام جهانی قبلی که برزیل بود از اون همینجوری یه ایده گفتیم که امیر و من گفتیم که پایه این کار بکنیم آره نفری یکونی میلیون تومن پول گذاشتیم خودمون برای دل خودمون ساختیم و کلی هم پخش شد و دیده شد دوباره جامعه جهانی قبلی که توی روسیه بود حالا این بار با جناب خانی فیتی دادیم یه کار سه نفره جناب خانو هستی خیلی خیلی کدوم تیم بایر مونیخ و آلمان این خیلی جدیه برام بایر مونیخ بل. بایرن مونیخ یا بایرن مونیخ بایرن مونیخ بله بله هیچ وقت تو زندگی منو نتونستم بخونم درست شد بایرن, بایرن مونیخ. مونیخ. حالا چون درست گفتی من بعدم یه فیز جایزه چرا دیگه نه من چون درست گفتی خیلی ممنون زنده باش بایر نمونی بایر بعد بایر لورکوز نه نداره اینا رو دیگه بیشتر از این بگی اصلا میسوزه اینجا اصلا دیگه فوتبال و چمپیونز لیگ اصلا نریم دیگه چی میگی اصلا آره من نیوکاسل رو فقط میشناسم چون یه جور بیماری مرغه از اون از اون یاد از اونجا یادم مونده تو کتاب حرفه و فنمون یادم قدیمه میگن بیماری مرده. یه نیوکاسل عکس نیو مرغه هم بود که روی پا خوابه و یه چیز ورچل و سیده یه عجیب غریبی و اینا پراش اینجوری میگن نیوکاسل داره بعد میگه تیم نیوکاسل من از اون این یادم مونده که یه تیم که بیماری مرغ هم داره تصویری که ساختیم فکر کنم منم نیوکاسل دارم خوابه اینا <تصفح> تصفح> تصفح این آدم زندگیت کی بوده؟ یکی از چون باید یه نفر انتخاب کنم دو سه نفرن که شاید به اندازه هم باشن ولی الان من آقای تحماس بود آقای بسیار عالی تو ایران نگفتی تیم ما رو در تو ایران من خیلی چیزم به هواداره شهرستانم واقعا اه. یعنی تیم شهر خودم فجر سپاسی و برق که البته سال هاست یعنی چند سالی که در لیگ نیستن لیگ برترمون و صنعت نفت آبادان اه. بسیار خود. تیم جنات چند کلمه میگم حس تو با یه کلمه یا یه جمله کوتاه بگو موسیقی رپ رب... دوست دارم کارتون کارخانه هیوله ها بهترین کارتونیه که دیدم در این سالها به لحاظ اید پردازی و اجرا بی نظیره تیتراجشو یعنی تیتراجشو 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 تیتراج؟ خیلی خوب بود آره قصه کلیشو نمیدونم <تصفح> در قصه لو چیه؟ <تصفح> تلویزیون خیلی تلویزیون دوست دارم همه هم توی خونه اینجوری بودیم داداشم چوب کبریت میذاش شبا لای چشماش که خوابش نبره تا ته و ببینه مسعوده مون خیلی خوب رد باتلر استوره ایرج تماس ایرج ای تماس معلم واقعا به مفهوم واقعی کلمه معلم معلم خیلی هم عالی چیزی هست نپرسیده باشم بخوای از اینجا بگی دیگه آخه با این حرفایی که زدم هیچی از من جدی نمیگیرم چرا؟ <متصفح> <تصفح> چرا؟ آه... نمیدونم واقعا نه به نظرم <تصفح> کافی بود <تصفح> خب آه... فضای فعلی سینما م... به نظرت چطوره؟ من برای اولی که وارد آه... پشت صحنه های فیلم شدم یه خورده دلم گرفت یعنی اینکه سلسله مراتبی انگار و آدمایی که پشت صحنه یه خورده مورد ظلم واقع میشن چیزی که مثلا در پشت صحنه کار شما آدم نمیبینه به نظرم خیلی به اون شخص اول اون کار مربوطه که نگاهش به اون آدمایی که دیده نمیشن چیه به نظرم اونا خیلی مهمن برای اینکه سوپر استارا دیده بشن و کمترین حقوقا رو میگیرن کمترین دستمزدا رو میگیرن و بله متاسفانه اینطوریه بله. واقعا اینطوری برنامه آیندت میدونم اهل برنامه‌ریزی نیستی ولی آینده کاری خودت رو چطور میبینی؟ داری به چه سمتی میری؟ اون ایدئاله چیه؟ اون چیزی که دوست داری برسی به اون نقطه؟ حقیقت ماجرا اینه که من جاه طلبی شغلی اصلا ندارم یعنی اصلا ایده پردازی ندارم که در آینده مثلا عجب بازیگری بشم یا اسکار بگیرم یا مثلا چقدر مطلقا هیچ و خیلی راجع به اینا رویا پردازی نکردم من یه کتاب خوندم در نوجوانی به اسم لبه تیغ از سامرست موام خودم رو این سالا یعنی قسمت آرامش بخش زندگی برای من بوده که شاید یه روزی شبیه اون لاری به شود بود اون کسی که خیلی رها بود و خوشبختی واقعی داشت هر چند این سالا واقعا ازش فاصله گرفتم متاسفانه ولی اینکه گفتین اگر چیزی هست که نگفتیم و راجبش صحبت نکردیم اینه من به نظرم خوشبختی اصلا پدیده بیرونی نیست واقعا صد درصد درونیه و امیدوارم که در اونم یه اتفاق بیفته که یک رضایت کلی از زندگی داشته باشم چرا دالی یعنی منظورم اینه که اگه چون کارگردانی خوندی ایدالت اینه که بری به سمت کارگردانی کردن یا نه فش فکر نه ام. همین بازیگری و کار در عروسک رو بیشتر دوست دارم و البته من موسیقی جنوب رو خیلی دوست دارم ام. دوست دارم بشه با آدمایی که موزیسینن و کار بلدن چون من از موسیقی چیزی نمیدونم واقعا یه خورده سوادم راجع به موسیقی بیشتر بشه و یه بازی بازی با موسیقی جنوب بکنم شاید این یکی از اون برنامه هایی باشه که داشته باشه صدای خیلی خوبی داری خیلی خوب شما لطف داری خوب. آره واقعا میگم آخرین سوال به رسم دوره همی البته بخشیش رو الان گفتی اون مثال رمان سامرست موام رو زدی ولی احساس خوشبختی داری لحظه به لحظه متغیره واقعا احساس خوشبختی کلی خیلی نمیدونم یعنی چی امیدوارم به جای برسم که متصل داشته باشم ولی الان مثل اون فیلم است که گفت برو بیرون ببین چراغ راهنما کار میکنه گفت حالا آره حالا نه حالا آره آه. حالا نه. الان منی خورده حالا آره حالا نه واقعا خیلی هم خوب خیلی به نظرم گفتگوی شیرین جذاب و صادقانه بود از سمت محمد جان برای پایان بندی آره خیلی ممنون دیگه مقاومت نمی خیلی ممنون زنده باش برم همیشه چرخ الکلت به چرخ سرش بگم مثلا نمیدونم تا الان کسی بهم الکل نزده خیلی ممنون که امشب کنار ما بودی و این سوالم یادم رفت بکنم در این شرایط به نظرت خوبه که ما دور همی رو انجام میدیم خیلی سوال پیچیده ایه. در جایی خوندم که شما گفته بودین که دوره همی رو بی تماشاگر برگزار میکنن من به این تصمیمتون خیلی خیلی احترام میذارم خوشحالم یعنی بابت این که بی تماشاگر انجام میشه من امروز پشت صحنه بودم دیدم که واقعا تیم داره سعی میکنه تمام موازین بهداشتی رو رعایت کنه میگن که بیماری نفته است اما همه از هم فاصله خیلی جدی دارن همه ابزار مرتبا زده و فونی شد و در کل دمتون گرم به نظرم خیلی, کل ممنون. گرم. خیلی ممنون. دمتون خیلی ممنون کنار ما بودی امیدوارم زنده. همیشه همینطور درخشان باشی روز به روز بهتر و جلوتر و محمد جان بهرانی بسیار مهربانه بسیار خوشقلبه بسیار شریفه و بسیار درست کار چیزهایی که من واقعا دیدم در او و میدونم و بسیار خلاق و حرفه در کار امیدوارم که همیشه سلامت باشی و بهترین آرزوها رو برد خیلی ممنون ممنونم که رو دعوت کردین واقعا ممنون که آمدی خیلی متشکرم خیلی یه تشکر ویژه هم باید بکنیم از موبایل هامون واقعا در این ایام دارن فشار زیادی رو تحمل میکنن باز اون گوشی هایی که صاحباشون از سرویس بهداشتی ایرانی استفاده میکنن میتونن در روز یه چند دقیقه استراحت کنن اما سرویس فرنگی اون سه چهار دقیقه هم باید اینو اونو لایک کنن من خودم یه مدت بود که به پیامک هایی که میومد توجه نمی کردم. الان چون وقتم آزاد شده اونا باز میکنم. متوجه شدم که از سه شماره مختلف برام پیامک لیزر کامل مو میاد. اخیرا یکیشون زد لیزر رایگان موهای شما. خیلی شک کردم واقعا چرا باید رایگان یکی این کارو بکنه و بلاکش کردم بعدی اومد لیزر رایگان به علاوه دو عدد بلیت استخر اونم بلاک کردم بلا فاصله سومی سو زد لوکیشن بفرستین ما میاییم من گفتم ازم نمیخوام خیلی ممنون راستش من هیچ وقت به تبلیغات اعتماد نکردم مقصرش هم بیشتر این مغازه های این تابلوهای بالاش رو دیدی نوشته مثلا چی؟ نوشته تباخی برتوپلی توپولی تباخی بر چشم آبی نقاشی یه گوسفند سفید خوشگل رو تابلو که بچه دارن دنبالش میدوند من تا ده سالگی فکر میکردم که میشه بریم تو بره بگیریم با مهربونی بیاریم بزرگشون کنیم ولی اولین بار که رفتم داخل ازم پرسیدن رو برات بزنیم تو آبش یا درسته گاز میزنیم از این تصویر از بچگی مونده خب ترک دوم رو خواهش میکنم از عزیز دل سینا درخشنده برای ما اجرا کنه <applause> خیلی ممنونم خیلی ممنونم خیلی لطف کردی که امشب در کنار ما بودی و به ما انرژی دادی فقط با اجازهتون میخواستم ایدو به شما خیلی ممنونم گرامی و مردم خوب و عزیز کشورم خیلی, خیلی لطف کردی خیلی ممنونم امیدوارم سال خوبی داشته باشی و شما با خیلی متشکرم و به درخشی ممنون متشکرم خیلی لطف کرد کمتر <تصفح> <تصفح> از نظرات شما رو هم بخونیم مدیری یقه پیرهنت خیلی بلند نیست؟ الان از شلوار رفتیم روی یقه از این به بعد بعدی تو رو خدا به مردم بگید این ظرفای نظری رو پس بیارن چهار تا از کاسه هامون نیست آقای مدیری شما که هنرمند محبوب و مردمی و مهربان و تناز هستین من مشکل مالی دارم بعدی مادرها برای خونه تکونی خیلی از این وضعیت سوء استفاده کردن مادر من میگفت سازمان بهداشت جهانی گفته زیر مبلاب و روی یخچال کامل باید تمیز بشه علی زنده وکیلی رو دعوت کنید به به علی زنده وکیلی دوست داشتنی چشم مهمان ما بودن ولی باز هم خواهش میکنیم که باشن سه هفته است که دست به صورت هم نزدم و ریشم رو با ته آرنجم میخارونم خیلی زندگی سخت شده مهموناتون خیلی حرف میزنن ازشون سوال نپرسید تا خیلی حرف نزنن بعدی همین خفاش رو اگه میکردن دلمه کسی چیزیش نمیشد طرز پخت خیلی مهمه بعدی فامیلای ما قرنطینه نمیفهمن در رو براشون باز نکنیم همه ی خونه رو محاصره میکنن و راه رسیدن آزوقه به خونه رو میبندن بعدی من از این ویروسه نمیترسم چندشم میشه یه روز بشر پی میبره که خورشت کرفس از سوپ خفاش هم خطرناکتره. حالا ببینید کی گفتم بله. خب این پیجی که در زیر تصویر هست پیج اصلی ماست و نظراتتون و کامنت هاتون رو به این پیج بفرستید و حرف آخر اینکه چرا یه عده در این شرایط به دستور های بهداشتی عمل نمی‌کنن میتونه دلایل زیادی داشته باشه اما به نظر من دلیل اصلیش اینه که مردم می‌بینن مسئولین دارن بهشون توجه می‌کنن دیدین به یه بچه کاری رو که بگی نکن هی همونو تکرار می‌کنه چون می‌بینه بهش توجه میشه خوشش میاد ما هم همینیم عاشق همیشه به دنبال جلب توجه معشوق تازه فهمیدیم که از خونه بریم بیرون مسئولین به همون توجه میکنن بالاخره موفق شدیم توجه این دوستان رو جلب کنیم حتی گفتن تا دو سه ماه اگه سررسید وام هاتون عقب افتاد ایرادی نداره فقط بیرون نیاین ولی ما باز میریم بیرون بای بای میکنیم میگی من اینجام بیمه ها و گواهی نامه هامون رو تمدید کردن ولی باز ما شبا میریم زیر پنجره شون آواز میخونیم امروز اومدم اینجا دیدم که مدیر تولید نشسته داره پشت سر هم برای همه عوامل فرت و فرت چک میکشه گفتم چی شده؟ گفت رئیس بانک مرکزی گفتن که چک های برگشتی تا آخر اردی بهشت مشمول قطع خدمات بانکی نمیشه من حتی یه مسئولی رو دیدم دنبال مردم میکرد میگفت مگه نمیگم برید خونه مردم از دستش فرار میکردن جواب میدادن اول تو برو تو خونه مسئول میگفت شماها برید بعد من میرم باز مردم میگفتن نه اول تو اول تو حالا که دارید به ما توجه میکنید توقع نداشته باشید که ما بریم تو خونه هامون تازه ما شما رو پیدا کردیم به قول شاعر از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن یا به عبارت آمیانه تر اگه خیلی مردی باید دنبالم بگردیم خیلی ممنون که امشب انقدر گرم و پر انرژی در کنار ما بودین امیدوارم همیشه حالتون خوب باشه سال خوبی رو همه ما در پیش داشته باشیم و بهترین آرزوها رو براتون دارم خیلی متشکرم شب بخیر خدا هم.